گسترش اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در اوین و زندان گوهردشت کرج، اعلام اعتصاب خانواده ها و موج همبستگی با زندانیان سیاسی اوین. 13 تن از زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی بند 240 زندان اوین همچنان در اعتصاب قضا به سر می برند. این زندانیان که در یورش وحشیانه دشخیمان به بند 350 اوین به شدت مصدوم و مجروح شدند، عبارتند از غلامرضا خسروی، مهرداد آهنخواه، جواد فولادوند، رضا اکبری منفرد، سعید متینپور، سهیل بابادی، سیمکو خلقتی، بهنام ابراهیمزاده، امید زارعی نژاد، محمد صدیق کبودوند، محمد امین هادوی، محمد شجاعی و بهزاد عربگل. زندانیان سیاسی سالن 12 بند 4 گوهردشت کرج نیز در همبستگی با زندانیان سیاسی اوین اعتصاب قضا کردند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه شماره 13 در این باره اعلام کرد آنها خواستار بازگشت زندانیان از سلولهای انفرادی به بند 350، مداوای عاجل مجروحان و مصدومان و یک تحقیقات مستقل پیرامون یورش وحشیانه به اوین و محاکمه و مجازات مسئولان این جنایت بزرگ هستند. در همین حال خانواده های زندانیان سیاسی نیز اعلام کردند در همبستگی با فرزندان اعتصابی خود از روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه دست به اعتصاب قضا خواهند زد. یادآوری می‌کنیم که زندانیان انتقالی به سلول‌های انفرادی از روز 28 فروردین ماه دست به اعتصاب قضا زدند و اکنون وارد دومین هفته اعتصاب قضای خود شدند. متعاقباً زندانیان بند 350 در همبستگی با همبندان خود دست به اعتصاب قضا زدند. دشخیمان رژیم صبح روز چهارشنبه 3 اردیبهشت زندانی سیاسی امید زارعی از زندانیان بند 350 زندان اوین را به سلول‌های انفرادی بند 240 منتقل کردند. وی هم اکنون در اعتصاب قضا به سر می‌برد. بنا به گزارش‌های دریافتی از خرم‌آباد، رژیم آخوندی در زندان‌های این شهر آماده باش اعلام کرده است. این آماده باش در وحشت از اعتراض زندانیان در این شهر پس از یورش دشخیمان به زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین صورت گرفته است. زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان طی بیانیه‌ای درباره یورش وحشیانه و خونین به زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین اعلام کردند ما زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان بلوچستان ایران ضمن اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین و خانواده های آنها این ظلم و شکنجه را محکوم می کنیم و از دبیر کل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر تقاضا داریم تا یک هیئت حقیقت‌یاب را برای روشن شدن این جنایت به ایران بفرستند تا موضوع روشن شود. ما از مقامات سازمان ملل تقاضا داریم که جلوی این جنایت رژیم آخوندی را در تهران، زاهدان و بقیه نقاط ایران بگیرند. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران در اعتراض به تهاجم وحشیانه دشخیمان رژیم آخوندی به زندانیان سیاسی در بند 350 اوین در پارک کیانوش آسا تجمع کردند. دانشجویان به نشانه همبستگی با زندانیان دستبند سیاه به دستهایشان زدند. دانشجویان بر روی پلاکاردهایی که در تجمع اعتراضی خود حمل می کردند حمله 28 فروردین به زندانیان سیاسی را یک فاجعه خواندند. آنها سایر دانشجویان کشور را به اعتراض علیه جنایات رژیم آخوندی فرا خواندند و اعلام کردند تا هنگامی که اعتصاب قضای زندانیان بند 350 اوین ادامه دارد دستبند سیاه بر دستهایشان باقی خواهد ماند. جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های آزاد تهران طی بیانیه‌ای حمله وحشیانه دشخیمان رژیم آخوندی به زندانیان سیاسی بند 350 اوین را محکوم و اعلام کردند. پیام مقاومت زندانیان در مشت‌ها و فریادهای خانواده‌ها و جوانانی که به آنها پیوستند
از دیوارها عبور کرد و سراسر میهن را در نوردید. پژواک پیام مقاومت زندانیان اوین که پیام پایداری اشرف نشان به هر قیمت و در هر شرایطی است، از عمق جامعه به گوش می رسد. جمعی از دانشجویان دختر استان کردستان نیز طی اطلاعیه‌ای یورش وحشیانه به زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین را محکوم کردند. هافینگتون پست با عنوان یک زندان در ایران صدای وحشت نوشت: از سال 1979 تا کنون زندان اوین محل نگهداری مخالفان، به طور خاص مجاهدین است. در مقابل تجزیه و ضعف رژیم، این زندان در شمال تهران قلب بقایع بسیاری است که شکنندگی قدرت روحانی را به نمایش می‌گذارد. به خصوص که با این وضعیت می‌توان تصور کرد که ایران در سال 2014 به یک بشکه باروت می‌ماند، همراه با جامعه‌ای که سریع‌تر از رژیم به پیش می‌رود. در حمله 17 آوریل که توسط حدود 100 پاسدار، مأمور اطلاعاتی و گارد ویژه ضد شورش زندان علیه بند زندانیان سیاسی صورت گرفت، تعداد بسیاری از زندانیان به نحو خشونتباری مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. بنا به دستوراتی که به مهاجمان داده شد، مجاهدین به قصد کشت کتک زده شدند. بدون شک مهمترین نکته این است که ترس زندانیان سیاسی محبوس در اوین کمتر و کمتر شده و در برابر این واقعه رژیم بیش از پیش مضطرب به نظر می رسد. بیانیه نمایندگان پارلمان و سنای بلژیک: محکومیت حمله به زندانیان سیاسی در ایران، حمایت از فراخوان مریم رجوی برای تحقیق بین المللی. کمیته بلژیکی پارلمانترها برای یک ایران دموکراتیک در بیانیه با امضای سناتور نلی لاینن رئیس کمیسیون زنان، کارل فان لووه رئیس کمیسیون خارجی، سناتور ژرارد دپره، سناتور الز فان هوف، اعضای مجلس سنا از احزاب مختلف بلژیک و شهردار دیوید کلارینوال نماینده پارلمان فدرال بلژیک اعلام کرد: ما حمله بیرحمانه و بزدلانه علیه زندانیان سیاسی بیدفاع در زندان اوین را محکوم می کنیم و به فراخوان رهبر اپوزیسیون خانم مریم رجوی می پیوندیم که خواستار یک تحقیق مستقل بین المللی درباره حمله وحشیانه به زندان اوین در 17 آوریل شده است. ما از خواست نمایندگان پارلمان اروپا در هنگام تصویب قطعنامه این پارلمان در 3 آوریل، مبنی بر اینکه هر گونه روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم ایران باید به حقوق بشر مشروط باشد، حمایت می‌کنیم.